با درود خدمت شما بینندگان خوب تلویزیون ایرانیان کانادا ITC TV، شیوا زریمر هستم در یکی از برنامه‌های شما و کارشناسان. امروز مهمان عزیزی دارم، خانم نینا سعید، مشاور امور املاک با سالها تجربه در شهر تورنتو کانادا. با درود خدمت شما خانم سعید و ممنون از اینکه وقت گذاشتین و به استودیو اومدین. خواهش می‌کنم. تو این هوای برفی. امیدوارم که خوب باشید. ممنون از شما که من دعوت کردین. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. خانم سعید، من خیلی از دوستان خوب از راه دور این برنامه رو می‌بینن، برای همین توضیح بدم که این از دیروز سال هوای اینجا دو سه روز خیلی برفی شده و ما بدادت شده بودیم. هوا خیلی خوب بود توی زمستون. به هر حال ممنون از اینکه اومدین تو این هوا. میدونم رایب سختی بود. شما در مورد کار خودتون که چند ساله تو این بیزینس هستین در تورنتو، میخواین توضیح بدین راجع به بازار املاک امروز در تورنتو؟ بله. در چه شرایطی بازار الان؟ من حدود 10 سال توی زمینه ریال استیت فعالیت میکنم و جدیدن هم زمینه فعالیتم رو گسترش دادم به مورگیج و وام از بانکا. وان استاپ شاپ شده دیگه، خوبه دیگه، میان هم خونه رو میخرن هم مورگیجشون رو. درست. عالی. بله. خرید و وام هر دو تا زیر یه سقف در واقع. بله، برای همین میگم وان استاپ شاپ. بله، عالی. بله. خب در مورد بازار امروز، آیا بازار خریداره یا بازار فروشنده یا هر دو، نظرتون چیه؟ والا بازار الان یه خورده بازار گیجیه به خاطر اینکه اینترست ریت ها رو خیلی به صورت بیش از اندازه بردن بالا، غیر قابل پیش بینی. و اینکه دیروز هم باز یه درصدی بردن بالا. جدا؟ بله بله، دیروز هم بردن بالا. عجب. و خودشون گفتن که آخرین باریه که ریت ها رو میبریم بالا، ولی واقعا هیچ کسی نمیدونه. از سال 2007 تا الان تا حالا هیچ وقت ریت ها اینقدر بالا نبوده. در سال فکر میکنم 88 بود یا 90 یادم باشه، یک بار فکر میکنم بوده بالای 25 سال پیش. بله. همچی موردی شد که بله. خیلی خونه هاشون رو ول کردن رفتن. بله. امیدوارم به اون شرایط نکشونن این بانکا. بله واقعا منم امیدوارم که اینجوری نشه، ولی خب بازار خیلی، من خودم شوک شدم شما یه درصد گفتین، چون توقع داشتیم که دیگه اینا بالا نبرن. بله. چون خیلی معترض شده بودن اصلا. بله. من شنیدم مثلا مورگیج 2000 دلار رفته بالای 3300. بله. خب این توی این شرایط این اکونومی الان خیلی به نظر من وحشتناکه. خب وقت در مورد چه تأثیری داره روی خریدارا الان؟ والا خریدارا وام گرفتن چجوری شده؟ وام گرفتن خیلی سخت شده. وام گرفتن خیلی سخت شده و خریدارام گیج و گنگن، نمیدونن که الان بخرن صبر کنن، چون که این اخبار هستش که میاد مورگیج پایین تر، ریتا میاد پایین تر و بعضیا استاپ کردن، وایسادن استنبای ببینن که این مورگیج تا کجا میاد پایین و اون موقع شروع کنن برای خرید، اقدام کنن برای خرید. خب اگر ما اومدیم راجع به املاک صحبت کنیم، بیشتر به وام رفتیم چون وام جالب شد موضوعش. بله. خب اگر بخرن هم میتونن اوپن نگه دارن، ریت رفت پایین میره پایین دیگه، درسته؟ بله، اگر وریبل، اگر وریبل بگیرن. بله. همینی هستش که شما وریبل بگیرن. خب از نظر خرید و فروش املاک چی؟ الان کسی جرئت میکنه خونه‌شو برای فروش بذاره؟ آیا هست یا نیست؟ ببینید واقعیتش اینه که اینونتوری خیلی کم شده. خیلی کم شده به خاطر اینکه قیمت‌ها اومده خیلی پایین و سلرها دارن فکر میکنن که برای چی باید. کسایی که میتونن خونه‌شون رو نگه دارن حتما نگه میدارن و نمیذارن برای فروش، و این دلیلی شده که الان یه جورایی باز دوباره تمام خونه‌ها داره مولتی آفر میشه. جدا؟ بله بله. بله. احتمال اینکه خوب باز بفروشن هست خوشبختانه. بله بله. دیگه طرف که خب خونش 2 میلیون بوده شده 1,600,000، خب نمیفروشه 400,000 دلار ارزونتر. ولی ممکنه با مولتی آفر بازم به همون قیمت. بله. بره. بله. مثلا دارم میگم هفته گذشته یه سمی دیتچ توی اوکریجز توی منطقه ریچمون هیل قیمتش رو گذاشته بود 999 تا، فروختش 1,500,000 و 29 تا آفر اومده بود روش. جدی میگی؟ آره، نشون میده که 29 نفر بایر اون بیرون هستن. جالبه. آره. پس ولی خب خونه خیلی کمه، خونه برای فروش واقعا کمه. خب در مورد این پارسلا نظرتون چیه؟ هست، خوبه، بده؟ ببینید پاور آف سل، پاور آف سل من خودم برای خرید دوست ندارم. خیلی ها فکر میکنن که وقتی پاور آف سل دیگه خیلی به بانک اومده آتیش زده، به قیمت خیلی پایین میتونن دیل خوب بگیرن. نه اینجوری نیست. میخوای اول بگی پاور آف سل چیه نینا جون؟ چون ممکن یه دن برحال توی سوشال میدیا میبینن خارج از تورنتو هستن، برای فارسی زبانان که ممکنه پاور آف سل چی هست؟ ببینید پاور آف سل زمانی هستش که
یه نفر میاد از بانک یه وامی میگیره و اون وامو نمیتونه افورد بکنه. بعد که چند بار هی پیمنتاش عقب میفته، بانک میاد اینو میذاره برای فروش. خوب. ولی اونم طبق قانون خودشه، یعنی اینجوری نیستش که اوکی بانک بیاد بگه که این خونه الان 1.200 میارزه، من چون این طرف به من 1,000,000 بدهکاره، من اینو 1,000,000 میذارم که پول خودمو بگیرم. این کارو نمیتونه بکنه. این کارو نمیتونه بکنه چون که سلر بعدم میتونه بره سو کنه. در نتیجه که اونام باید حتما ایجنت خودشونو داشته باشن و اینکه بررسی بکنن قیمتو، حتما باید قیمت رایت پرایس بذارن طبق بازار باشه. بله بله. پس همچین نیست بعضی میگن پاراف سل مفت شد بریم بگیریم. اصلا اینجوری نیست. این منتالی اکثرا من خودم هم همین فکر رو میکردم. نه اصلا اینجوری نیست. در ضمن اینکه من خودم پاور آف سل دوست ندارم به دلیل اینکه اون انرژی منفی اون سلر پشتش هست. آفرین. من هم چون من خودم اعتقاد دارم که خونه، بعضی خونه ها اومد داره همه چیزش مثبت پازیتیو گرمه و بعضی از همون اول شما فکر کنین حالا درسته. به قول یکی میگه آه یه عده پشت اون خونه است. درسته. تو امریکا که البته من بینندگان عزیز ممکن ندارم، من خیلی وقتا دیدم خونه رو طرف خراب میکنه و میره وقتی میخواد برای بانک بذاره. البته تو تورنتو خوشبختانه همچین مسائلی نیست. خب نینا جون، در مورد این که برای یه نفر اولین بار تازه وارد کانادا شده، وارد تورنتو شده، میخواد یه ایجنتی رو انتخاب کنه، چه نکاتی رو باید در نظر بگیره که برای عزیزانمون که میبینن این برنامه رو بگی؟ ببینید، کسایی که نیو کامرن، تازه وارد شدن، اون تجربه رو ندارن، من توصیه میکنم که حتما یه ایجنت با تجربه و ایجنتی که واقعا رپیتیشن خیلی خوبی داره انتخاب کنن. ایجنتی که تراست بکنن بهش، به خاطر اینکه خیلی مهمه. و همچنین خریدم خیلی مهمه. خرید خوب، ببینید من همیشه میگم که سود توی خرید خوبه. شما اگه خرید خوب بکنین همون اول سودو کردین، ولی برای فروش شما نمیدونین اون موقعی که دارین خونه رو میذارین برای فروش مارکت بالاست پایینه چجوریه، ولی اگه خرید خوب داشته باشین سود کردین. و برای خرید خونه خیلی نکات هستش که یه ایجنت باید رعایت بکنه. بعضی ایجنت ها متاسفانه فقط از لانگ است که دیلو ببندن یه چیزی بخرن، ولی بله برای خرید مثلا دارم میگم یه چیزایی اینجا ببینید، اولا که موقع خرید همیشه باید به فکر فروشش بود. یعنی این که چی؟ یعنی این که وقتی یه خونه ای رو میخریم همیشه باید سعی کنیم که عیب و ایراد تا اونجایی که میتونه نداشته باشه یا کمتر داشته باشه. به فرض مثال اگر که یه خونه ای مثلا کنار اتوبان هست، همیشه سر و صدای اتوبان اونجا هست، این مورد برای فروش خوب نیست. کسایی که مثلا تازه از ایران اومدن، توی ایران خونه های دو نبش خیلی طرفدار داره، میگن نورش زیاده و دو نبش سر کرنه. بله. یا مثلا اگه نزدیک خیابون اصلی باشه مهم نیست تو ایران، ولی اینجا این چیزایی که خیلی بهش اهمیت میدن. مثلا خونه های کرنه رو خیلی اینجا دوست ندارن. جدا من اینو نمیدونستم. بله، به خاطر اینکه حالا چمن زدن داره، نمیدونم برف پارو کردن داره، تکسش هم احتمالاً بالاتره. تکسش هم بالاتره به خاطر اینکه زمینش بزرگتره. و اینکه خونه هایی که به فرض مثال سر تی سکشنه، یعنی اینکه یه خیابونی هستش که میخوره به یه سری خونه، اون خونه ای که روبروی اون خیابون باشه، اون خونه خونه مرغوبی نیست برای خرید و فروش. مخصوصا که حالا یه دلیلش اینه که مثلا حالا ماشینایی که میان همیشه اونجا استاپ میکنن، نورشون توی خونه میفته، حالا شب نصف شب هر موقع. یه دلیل دیگه اینکه چینی ها اصلا اینو دوست ندارن و میگن که آره فانشوی. بله بله بله. چینی ها که خب اینجا درصد چینی ها خیلی زیاده. و اینکه شماره 4 یا 7 بله بله 4 و خیلی هم روی ریال استیت اینجا تاثیر گذاشته. یعنی من خودم که چینی نیستم، اگه میخوام خرید بکنم یه خونه ای رو میخرم که دقت کنم این سر سراح نباشه، سر سراح نباشه، شماره 4 13 14 24 نباشه. 13 24 13 که ایرانیام یه خود اعتقاد دارن نصب، ولی 4 چهار رو که اصلا چینی ها دوست ندارن. و یه سری عقاید خاص خودشونو دارن دیگه. نه. که اومده انقدر ماشاءالله چینی اینجا زیاده. بله بله بله. آسانسورا رو اگه توجه کنیم بله. شماره رو ندارن اکثر بیلدینگ ها. سر این سراح هم من شنیدم وقتی میگن سر سراح، چینی ها اعتقاد دارن که پول خیلی تو این خونه بله. میاد، ولی همونجور دو برابر میره. دقیقاً. آره اینم من شنیدم. به هر حال چون بازار مارکت رو خیلی چینی ها دارن، به قول بله. شما باید رعایت کنن. حالا یه دیگه میان مثل بعضیا که میان دور میزنن، میگن که اوکی حالا مثلا چینی ها خودشون میگن
میگن اگه سر تی سکشن گرفتی حالا بیا یه سنگ بزرگ بذار اون اثر اون رو میگیره. جدا پس این راه حلا از این راه حلا گذاشتن خدا رو شد، ولی کلا توصیه نمی کنم. یا مثلا نزدیک اتوبان باشه، نزدیک مدرسه باشه، چون نزدیک مدرسه بعضیا فقط فکر میکنن به خاطر سر و صدای مدرسه هست. نه، سر صدا جای خود داره، ولی اینکه تردد، یعنی همش آره بلده. شما میخواین بیاین بیرون، ماشینای پدر مادرها وایستادن اونجا همیشه قفل، اینجور چیزا رو باید رعایت کنن، نزدیک پلازا نباشه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه هستش که باید رعایت بشه. به هر حال ممنون نینا جون از این که این همه توضیحات خوب و مفید دادی برای بینندگانمون. در مورد پریسل چجوریه؟ به صرفه که برم پریسل بخرم یا خونه‌ای آماده بخرم، نظرت راجع به اون چیه؟ ببینید، پریسل هم گزینه خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان خورد خورد پولو بدن. در واقع میشه مثل یه قلق. درسته. که مثلا یه جا ندارن. بله بله، و خورد خورد پولو میده. مثلا در عرض 2 سال یهو میبینی مثلا 10% پولو فقط دادن، یا خیلی بخوان زیاد بدن 15% پولو، و دیگه پولی نمیدن، الباقی میره مثلا تا 4-5 سال دیگه که بیلدر میاد تحویل میده پروژه رو. اون موقع الباقیشو مثلا 5% هم اون موقع میدن، الباقیشو دیگه ما براشون از مورگیج میگیریم. بله، وام میگیریم از بانک. بله. خب ریل استیتو کلا برای سوال آخر من بپرسم، چه جوری میبینی در آینده نزدیک؟ امیدواریم بهتر بشه این مارکت مریض، یا اینکه 100%. ببینید ریل استیت چیه؟ ریال استیت اینجا خیلی پتانسیل داره. چرا؟ نه. چون که من حالا اینجوری که شنیدم سالی 400-500 هزار نفر دارن میان. بله. و تمام اینا خب به هر حال خیلی هاشون خونه میخوان. بله، خونه میخوان، و هاوزینگ و اونتاریوم همیشه عقبه، یعنی واقعا خونه خیلی کمه. در نتیجه اینکه دیمند اینجا خیلی بالاست، همیشه بالا بوده و روز به روز هم داره بیشتر میشه، و اینا دولت میاد حالا بازی میکنه دیگه با این اینترست ریت ها، نمیدونم بازی میکنه که یه خورده اکونومی رو نگه داره جلوی بله بیشتر. چون اگر من فکر میکنم که اگر مثلا این اینترست ریت ها پایین بود، الان اصلا نمیدونیم قیمت ها فکر میکنم سر به فلک کشیده بود. اونجوری که داشت میرفت بالا. متوجه؟ ولی ریال استیت به عنوان همیشه یه لانگ ترم اینوستمنت نگاه میکنن بهش، که مثلا در عرض 5 سال میگن من الان دارم این پولو میذارم، در عرض 5 سال مثلا واقعا انقدر میاد روش. ولی یه استثناهایی هست، مثلا من خودم برای کلاینتم اول کووید یه دونه خونه گرفتم 1,167,000 در منطقه ریچمون هیل، خیابون لوبا. بعد 1.5 سال بعد خودم اینو فروختم 2,020,000. جدا؟ به خدا. و دقیقا موقعی که مارکت اومده بود تو کووید پایین، اون موقع خریدم، و اون موقعی که مارکت شروع کرد به بالا رفتن فروختم. واو. یعنی اگر بدونین که کی وارد مارکت بشین و کی خارج بشین، پول خیلی خوبی میتونین از ریال استیت در بیارین همیشه. بله. من فکر میکنم مثلا اقتصاد کانادا کلن بیشتر روی ریال استیت میشرخه. بله. بله. به هر حال ممنون از نسایه سازنده صحبت‌های خوبتون و مفیدتون. اگر سوالی دارین و میخواین از سرویس خانم نینا سعیدی استفاده کنین، باشون تماس بگیرین. اطلاعاتشون پایین صفحه تلویزیون هست، شماره تلفنشون و تمام مشخصاتشون. بازم یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه اومدین. ممنون از شما و با سپاس از شما بینندگان عزیز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.